دوستان عزیز، به کانال آشپزی با نارگل خوش اومدید. امروز میخواییم با همدیگه یه رونه مرغ خیلی خوشمزه درست بکنیم که هم تو مهمونی ها بشه سروش کرد، همین که تو خانواده. مواد مورد نیاز: 4-5 تا دونه رونه مرغ، 4-5 تا دونه آلو، 4-5 تا دونه برگه زردالو، یه قاشق غذاخوری سس خردل، یه قاشق غذاخوری سس مایونز، زعفران دم کرده به میزان لازم، یک قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، یه عدد پیاز، پودر سیر، پودر پاپریکا، پودر فلفل قرمز، زردچوبه، پودر فلفل سیاه، نمک به میزان لازم. مرغا رو بعد از اینکه تمیز کردیم و شستیم، میایم چند تا برش رو مرغا میزنیم. بعد از برش دادن یه ظرف دربسته آب میکنیم رونای مرغ رو زیر ظرف میریزیم. بعد مقدار کمی زعفران دم کرده سس مایونز، سس خردل، کمی زردچوبه، پودر فلفل سیاه، پودر فلفل قرمز، پاپریکا، پودر سیر، و نمک رو اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. بعد خوب اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. یه پیازی رو که داشتیم به صورت خلالی خورد میکنیم و اضافه میکنیم به این مخلوط. در ظرف رو میذاریم، یکی دو ساعت داخل یخچال استراحت میدیم تا مواد به خورد مرغ برن. آلو و برگه زردالو رو هم نیم ساعت داخل آب خیس میکنیم. مقداری روغن کف تابه میریزیم و مرغ های مارینز شده رو داخل روغن سرخ میکنیم. مقدار کمی زردچوبه می‌ریزیم که هر دو طرف کامل سرخ بشه. با زعفران دم کرده رومال می‌کنیم مرغ رو. در این مرحله پیازه خلالی خورد شده رو اضافه میکنیم. همچنین برگه زردالو و آلوهای خیس خورده رو. مقداری زعفران دم کرده با نصف لیوان آب رو با هم مخلوط میکنیم و اضافه میکنیم به غذا. در ظرف رو میذاریم حدود 1.5 ساعت تا 2 ساعت با شعله خیلی ملایم میذاریم تا غذا بپزه. هر نیم ساعت یک بار
مرغا رو زیر رو میکنه تا هر دو سمتش کامل سرخ بشه. در آخر میبینیم که هر دو طرف مرغ کامل سرخ شده، پیاز هم کاراملی شدن. یه قاشق رب گوجه فرنگی رو کمی تفت بدیم. میتونیم مخلوط کنیم با مرغ یا کنارش بذاریم. به جای رب گوجه فرنگی میتونیم از رب انار هم استفاده بکنیم. یکی دو دقیقه بعد غذا آماده است. رون مرغ بسیار خوشمزه آماده شد. امیدوارم شما هم این غذای خوشمزه رو آماده و همراه با عزیزانتون میل بفرمایید. لطفاً ویدیوهای این کانال رو بین دوستان و آشنایان به اشتراک بگذارید و اگر بیننده بار اول ویدیوهای این کانال هستین سابسکرایب رو فراموش نفرمایید. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاداتتون رو کامنت بذارید. تا یه ویدیو دیگه، یه برنامه دیگه، خدا نگهدار، سالم باشید.